من نمیدونم اینجا دفتر هفته نامه هست یا نیست. ما بعد از این همه که داریم با هم کار میکنیم یاد نگرفتیم یه خورده با حقوق هم دیگه احترام بذاریم؟ بابا بدون اجازه کسی نباید بیاد تو اتاق کسی، به وسایل کسی دست بزنه. خواهش میکنم خانم دلخون، شما بفرمایید سر کارتون. من معذرت میخوام، شما بفرمایید سر کارتون. بابا 100 دفعه گفتیم که بدون اجازه کسی نیاد سر وسایل آدم، به حقوق و حق هم دیگه احترام بذاریم. من نمیدونم واقعا اینجا صاحب نداره، در پیکر نداره اینجا. آیه همایون خان، بلنگو دستی بدم خدمتتون. بلنگو دستی؟ آره، برای اینکه صدات همچین یه نمه ضعیفه، همچین عربده کشید یه خورده اینجاست. اگه یه خورده بلندتر صحبت کنی عربده بکشی، بنده و تمام دوستان ممنون خواهیم بود. فرید، من چند دفعه گفتم که اینجا باید به حقوق هم احترام بذاریم. کسی بدون اجازه تو اتاق من نره. حتما باید در بزنیم، اینجا قفل و زنجیر بزنیم. ناسلامتی، من سردبیر اینجا هم نگی نه؟ بله بله، تو که سردبیری، من از تو توقع دارم که این چیزا رو باید اینجا به همه یاد بدی. آفرین آفرین، همونطوری که اشاره کردی من سردبیر محترم هفته نامه وزین شهر قشنگم. خب نه در بونه اتاق حضرتالی. آره نمیدونم، یه دفعه اومد وایستاد وسط دفتر چیخ زده. آره نه، مثل اینکه نگاتی پیش گم شده بود. آره میگفت تقصیر شما هاست. یا هر چیزی اومده دست دادم یه چیز دیگه شده. گم شده که گم شده، گم شده که گم شده. تقصیر هر کی هست همینه که هست. میخوای بخوا نمیخوای نخوا. آقای کابوسی هم خیلی خوشحال میشه که عکسای جناب علی گم شده، کلی خوشحال میشه. آقای کابوسی هر بدبختی که میکشه الان فرید دورش زد رفت اون طرف. آره الان آقا منیجر هم رفت پیشش. چند وقت پیش آقای کابوسی بهش گفته که همایون جان، پسرم عکاس محترم هفته نامه، لطف کنید برید از مراسم ازدواج دانشجویی عکس بگیرید، ما چاپ کنیم توی هفته نامه، بلکه عبرتی بشه برای جوانای دیگه. تا چی؟ تا ازدواج کنن، تشویق به ازدواج بشن. آقا بلند شده رفته ترمینال خزانه جنوب، اونجا کنار مهرگیری مهرکه‌گیری وایساده عکس گرفته. از چی؟ از اون پهلوانایی که باید نیستن زنجیر پاره میکنن و ماشین از رو سینه‌شون عبور میکنه. آقای کابوسیش میگه که همایون جان این عکس ها چیه میندازی تو؟ برگشته میگه که یه بادی فیگور هنرمندانه هم میگیره، یه بادی هم به اون قبقباش میندازه، خیلی هم بد قبقبی، خیلی بد قبقبی، یه بادی به اون قبقبه بدش میندازه. میگه سنت های بومی رو باید حفظ کرد، سنت های بومی باید حفظ بشه. بیشیم میریم با حال نداری. نه آقای رحمتی داره این وسط میونچیگری میکنه، من نمیدونم چی شده که گم شده. تو حتی نمیتونی سردبیر یه روزنامه دیواری مهد کودک بشی که چهار تا سیب و گلابی و درخت و خومه میکشن. از سرت زیاده سردبیری این هفته نامه. اصلا میدونی چیه؟ من نگاتیوامو از تک تک شما میخوام. من اگه نگاتیوام پیدا نشه هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید. مثلا چی؟ این دفعه دیگه شوخی نیست. مثلا میخوای چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ یه کاری میکنم که موقعی که اسم همایون هوشنگی اومد توی هفته نامه ها همه تون برید پشت میزاتون قایم شد. وای وای اوکی. بگو بگو. رخصت پهلوان، رخصت. سلام آقای کابوسی. تا اونجایی که ما شنیده بودیم ضعیف کشی کار نالوتیا و بیمعرفت ها بوده. شما دیگه چرا؟ چه خبرتونه؟ صداتون تا سر خیابون سگبومی میاد. اینجا من آبرو دارم مرد حسابی. این چرا اساتی بر... اگه یه آدمی که یهو وارد این دفتر هفته نامه یه وزین شهر قشنگ بشه یهو بیاد اینجا و ندونه اینجا کجاست، با زورخونه مرشد قنبر شاید اشتباه بگیره اینجا رو. بله چه بساطی رو انداختی سر صدا واسه چیه؟ من آبرو دارم اینجا. بله بله. چی شد آقای سپری؟ داش کیو مرس نمیدونم، از آقا همایون بپرسید چی شده. چی شده آقا همایون؟ آقای کابوسی از این آقا منوچهر بپرسین که تو اتاق همه میره. چی شده آقا؟ بشین بده چرا من بپرسه. یکی اینجا پیدا نمیشه به من بگه چه اتفاقی تو این خراب شده افتاده که ما نباید خبردار بشیم؟ رامین. بله. اینجا ببینم. بله دیگه. چی بوده قضیه؟
از سیر تا پیاز میخوام ستیز جویی اینا رو برام تعریف کنی. چی بوده قضیه که صداشون هفت خیابون اون ورتر به گوش من میرسه؟ ستیز جویی نبود. چیز دایی جون همون زهر ما رو دایی جون. اینم برای من صبح شروع که دایی جون. اصلا نمیخوام واسم تعریف کنی. برید سر کاراتون گم شید. به همتون گفته باشم از این به بعد کسی پاشو تو اتاق من بذاره قلم پاشو میشکنم. نبا کسی حرف میزنم من اینجا. نبا کسی کاری دارم. کسی نه تو اتاق من بیاد. منم تو اتاق هیچ کس نمیرم. خانم دالی خون معذرت میخوام. شما هم همینطور. باشه. هر جور راحتی. دستتون بکش. بریم آمانه شده. بریم آمانه شده. چایی لبسوز لبدوز لبسوز. با همه تون قرم. سلام بابای من. سلام آجاق من جایی بچه شما بابای من چی من هنوزن نگیرفتم حالا که تو بچه دار شدن خسته نباشی. خیلی ممنون. بفرمایی چیپ. من که دندون ندارم چیپس بخورم جوون. خودت بخور نوش جونت. نگفتم فندق بخور چیپس دیگه میزوی دانه نخوری دست درد نکنی. بفرما میگم میتونی کمکم کنی؟ نه آجی بفرمایید دید من خودم اینجا 10 نفر روز به من کمک میکنم. من فکر کردین دکه رو قیافش رو نگاه نکن. من چقدر در روز مگه کاسبی میکنم؟ 4 دونه چیپس میارم که 8 تاشو خودم میخورم. مجله ای هم که میفروشم شهر قشنگه که هر 10 تاشو که میفروشم 11 تاشو بخش میدم. بله بله همین شهر قشنگ. نه شهر قشنگ. شهر قشنگ؟ آره این آدرسشو میتونی کمکم کنی بهم بدی؟ گفتن تو این خیابونه. آها ببخشید شرمنده. من فکر کردم شما هم عینایی هستید که جیبتون رو زدن آدرس خونه فامیلتون هم گم کردید کمک میخواید. یه بنده خدایی هست این 15 ساله هر روزم یه نفر جیبشو میزنه بعد آدرس خونه فامیلشون هم بلدی. حالا میگه کجا هست یا نه؟ گفتن تو این خیابونه. میخواید من خودم برسونمتون؟ چیز ماشین داری؟ نه حتما موتور داری؟ نه موتور ندارم. پس دو چرخه داری ها؟ نه دو چرخه هم ندارم دکه دارم دکه. ای بابا حالا میگه کجای این خیابونه یا نه؟ نه وای وای ترسیدم. وای وای ترسیدم. خلاصه آقا منوج میگم نمیخوای برای بعضیا بله چایی دیشلمه ببری لبسوزتم آقا منوج نمیخوای؟ اگر خودشون بخوان باید تشریف ببرن زحمت بکشن بریزن و بخورن و برن و سلام همه تمام. یعنی خودش بیاد بریزه دیگه. چی؟ آقا من اوچ میگم دست درد نکنه. چقدر امروز این چاییات بامزه است. بله 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 هستن گوشی لطفا. بله ببین با این آقا همایون کار داره ولی اون که با ما قهره. الان من برم صداش کنم بگم تلفن کارش داره فکر کنه من میخوام منت کشی کنم چیکار کنم؟ به نظر من اینا فرید فرید چه؟ تلفن یه آقای با اون کار داره چیکار کنم؟ هیچ قطعش کن بگو اصلا نداریم من بابا جون من الان من خودم درستش میبرم. آقا منوچ آقا منوچ یه کار کن بخند. آقا منوچ سلطان آبادی وارد میشود. دین دین توجه شروع شد. امروز همین الان یکی زنگ زد با تلفن نه با آقای کابوسی کار داشت نه با سپهری کار داشت نه با رامین کار داشت نه با منچستر یونایتد کار داشت نه با بابایی کار داشت نه با محمودی کار داشت. حالا هر کی میدونه که من اسمش دوست نهرم بیارم خودش بره اون تلفن گوشیش ورداره. بله آقای بینجا بینم جانم منو چهره سلطان آبادی. بله قربان. این حرکات چیه؟ چی بود؟ والا بلا به تو نمیاد کارمند شهر قشنگ هفته نامه شهر قشنگ باشی. حیفه. من شرمنده هم. من جور میکنم حتما براتون. نه آقای ملکان یه لحظه اجازه بدین من خدمتتون عرض میکنم. ببینید آقای ملکان دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. من که خدایی نکرده نمیخوام پول شما رو بخورم که. بله حق با شماست. بله میدونم دیر شده چک من وصول نشده حق به گردن شماست. بله اینی کوچولو با جمع کنید بساطتون رو. ولی که نه این که بخش سنو که جانم
هم بفرمایید. سلام آقا. سلام قربان. گفتم با کی کار دارین؟ من با رئیس اینجا کار داشتم. با رئیس اینجا چی کار داری؟ اومدم تا از طریق مجله پسرمو پیدا کنم. پدر جان اشتباه اومدین شما. سر کوچه کلانتری است. شما باید برین اونجا. اینجا مجله شرق قشنگه. عرض کردم اومدم از طریق مجله شما پسرمو که 30 سال پیش گمش کردم پیدا کنم. چی 30 سال؟ آقا شما خیلی عجولی. مرد حسابی بعد از 30 سال اونم اومدی اینجا؟ یه مجله است مرد حسابی. پدر جان خوب خوش اومدی اینجا. قدم رنجه کردید. قدمتون رو بذارید روی تخمه چش من. پدر جان چرا الان اومدید؟ خوش اومدید. بفرمایید بفرمایید. آقای کابوسی در خدمت شماست. خوب پدری هستی خوب. نه آقای ملکم ببینید، من در اسرع وقت این پول رو جور میکنم. خب چی بگم آقای ملکم؟ اجرا برای چی آخه؟ شما فکر میکنید من چکو بذارید اجرا من بیفتم زندان پول دست شما رو میگیره؟ من فقط اگه میخواید من بیفتم زندان، اگه میخواید من بیفتم زندان این کارو بکنید، چکو بذارید اجرا. شما یه کمی به من مهلت بدین، من حتما این پولو براتون جور میکنم. خب بله، از همسرم که جدا شدم من موندم و پسر 3 سالم وحید. آدم مادرش خیلی اصرار داشت که اونو پیش خودش نگه داره ولی من قبول نکردم. ای بابا. هی کاش قبول میکرد. ای بابا. چون من عرضه نگه داشتن اونو اصلا نداشتم. نباید این کارو میکردی دیگه. این بچه روز به روز غم زده تر میشد، تو خونه میشست، اصلا هیچ جا نمیرفت. یه روز واسه اینکه دلش باز بشه گفتم بیا بریم خیابون یه خورده بگردیم. دستشو گرفتم رفتیم تو خیابون. اتفاقا نمیدونم به چه مناسبتی یا جشنی بود چی بود، خیلی خیابون شلوغ پلو بود. بعد همه خوشحال بودن میخندیدن ولی این بچه شلوغ پلوغی. بله ولی این بچه دریغ از یک لبخند. تنگ غروب شد تو اون شلوغ پلوغی، یه دفعه نمیدونم چی شد که دستش از دست من جدا شد. هرچی نگاه کردم این ور اون ور سر خیابون تایی خیابون وحید آه انگار آب شده بود رفته بود توی زمین. ببین واسه همینه که میگن دست بچه رو نباید ول کرد، دست بچه رو باید محکم بگیری. آقا تمام بیمارستان ها، کلانتری ها، دفاتر نشریات، روزنامه ها، همه رو طی این 30 سال سر کشیدم. خب تعریف مجله شما رو خیلی شنیدم. انشالله که بتونید کمکم. حتما چای بذار برام آقا. فهمید بله برام بفرمایید. عجب سرنوشت غم انگیزی بود. بفرمایید دارم دیوونه میشم. لطف کنید شما یه دستراتون رو آبی بزنید بعد سر حال بشید، ما در خدمت شما هستیم. آقا منو راهنمایی کنید. بفرمایید. بله بفرمایید. بله آقا از اون بالا کلپ کلپ. نه آقای کابوسی، جویندگان عاطفه. آقا جویندگان عاطفه. عزیز من یا حرفتو درست حسابی بزن من بفهمم چی داری میگی، یا بلنشو بری بیرون ببینم با این مرد چه باید بکنم. من همینو میگم خدمتتون آقا، در رابطه با این موضوع. بله آقا. آقا یه صفحه به هفته‌نامه‌مون اضافه میکنیم به اسم جویندگان عاطفه. خب خیلی از هفته‌نامه‌های دیگه هم این کارو کردن. بعد این پدر و پسر میان همدیگه رو پیدا میکنن، تیراژمون میره بالا. آقا تو این هفته‌نامه‌های دیگه انقدر از این کارا کردن، خانواده‌هایی بودن که بعد از 30 سال هم دیگه رو پیدا کردن، خانواده‌هایی بودن بعد از 50 سال 150 سال. برو بالا دیگه. نه رو بالا 150 سال. عمر متوسط الان 100 بین چیزی بین 145 سال است. یعنی شما امیدواری 150 سال؟ یعنی شما امیدواری به 100 پایین الله؟ یعنی شما امیدواری به 145 سال؟ بله بنده امیدوارم به کمی پایین الله. آقا فهمید چیکار میکنی؟ جویندگان عاطفه رو اضافه میکنی، مینویسیم که مثلا آقا فلانی این گم شده دنبال خانواده‌اش داره میگرده. یعنی پدر بله هفته نامه های دیگه این کارو کردن آقا.
چرا فروش رفته بالا، تیراشون رفته بالا 200,000 نسخه، 300,000 برو بالا. چرا حرفتو نمیزنی؟ لقمه رو از پس کلت میاری میذاری دهن من؟ نمیذاری. بگو حرفتو، بگو در رابطه با این موضوع تیراش میره بالا. میره بالا آقا. شره باقلبا. یعنی چی تیتر رفت بالا؟ فروش همه چی آقا، همه چیز، همه چیز آقا. بگم آقا مخت بعضی اوقات کار میکنه ها. آقا بعضی اوقات آقای گفت بعضی وقتا مخر کار میندازی، دوگوله رو روشنش میکنی، بعضی وقتا خاموش میکنی. آقا آقا قوقا به پا میکنی پاری وقتا. آقا پاری وقتا حالا اشکال نداره. آقا قوقا به پا میکنیم. آقا قوقا قوقا فروش چه خواهد شد؟ تیتر بزنیم پدر پسر هفته نامه وزین شهر قشنگ باعث و بانی این خیر شدن که پدر پسری بعد از 30 سال همدیگر رو پیدا کنن. ببین چه خواهد کرد. عیشی تو اون شب بلا فروخ دیمان چاپ پنجم شیشون بفرم خود بفرم بشی الله بفرم شما حالتون جا اومد قربان، بهتر شدید؟ تشکر میکنم پدر جان، ما واقعا متاثر شدیم و طبق گفتمانی که با هم دیگه داشتیم به نتیجه رسیدیم که ببینیم شما عکسی نشونی چیزی از پسرتون دارید که ما توی هفته‌نامه‌مون لحاظ کنیم. بله دارید عکس. بله بله اتفاقا یه عکسی همرامه که اینو آخه خدمتشون سردبیر قبل از گم شدنش گرفته بود. یک ماه قبل از گم شدن. یعنی عکس جدیدتر ندارید که ما بتونیم بدیم که الان بیشتر شناخته بشن؟ آقا جون دوگوله رو به کار بنداز، عکس جدیدتر گم شده بچه، عکس جدید مخواه. ببخش گروان بفرمید، من مسئلت میخوام. بگو بهشون چه کار میخوایی بکنی؟ هفته نامه رو پدر جان مشو بهشون بگو. پدر جان زیر زمین رفته باشه، یعنی خدا شاهده زیر زمین رفته باشه با طلمبه میکشمش بیرون. به من یه مدت میگفتن فرید جستجوگر، پیدا میکنم میکشم بیرون. ببین منو نگاه کن، ایشون آقای سپهری وقتی میگه این کارو میکنم به قولی بچه‌ها گفتنی چی؟ توجه نکنی چی شد. از زیر زمین من میشناسم اینو، دوماد میمونه. من میشناسم دومادم کیه. فرید از زیر زمین میکشه بچه رو، چی میذاره دستش تو دست شما همینجا. همینجا. خدا عمرتون بده. واقعا من تشکر میکنم. اول امید من به خداست، بعدم به شما. دلم میخواد این بچه منو پیدا کنی. من تعریف مجله شما رو خیلی شنیدم. برو برم نوکرتم بابا لطفا. این همه میگن راجع به مجله ما، شما تنها نیستی. ما هر کیو دیدیم تعریف و تمجید این مجله رو کردیم. وظیفه‌مون انجام میدیم، ما کاری نکردیم. وظیفه است، وظیفه است. وظیفه ماست که بچه رو پیدا کنیم. دستش چی؟ چی دست شما؟ دست شما. راستی یه چیز دیگه، اگه اشکال نداره اجازه بفرمایید من هر چند روز یه دفعه یه سری اینجا بزنم که ببینم که خبری شده نشده. چند روز یه دفعه؟ اصلا از همین الان بگی بشین پیش من، میخواد چارپایی بذارم بغل دست بشینی؟ هر روز قدمت رو این توخ چشای ما. من بچه تو ببین منو، توجه نکه ایکی شد. میگم پسرت پیدا شده. آقا بشین و تماشا کن. بشین تماشا کن ببین فقط چه میکنیم. ببینید سپهری چه میکنه. ببین فرید چه... من چه میکنم، مردمون چه میکنه. من بچه شما فرض کن پیدا شده، خیالت راحت، دستش تو دستت، دست تو دست, دست شما. یعنی همون موقع که ولش کردی عین همون موقع دستش میذارم دست دستش. موقع دیگه دستش ول نکنید. قول میدم دیگه دستش بچه رو نگهش داش، ولش نکن بره. حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ از کی پول بگیرم؟ کاش که با اینا حداقل قهر نکرده بودم. هر وقت پول لازم داشتم فلفور واسم جور میکردم. همین رامین، فرید، آقا منوچه، همشون. عجب غلطی کردم. ولی اگه دارم هم بزنن و غرورم و زیر پا نمیذارم. مگه علکی؟ من 1000 تا دوست و رفیق دارم. بله. آه موبایل بابک، بابک وارسته. تلفنش چند بود؟ بذار. آها این آشش. الو سلام بابک جون. به نشناختی؟ بابک جون من همایونم، هوشنگی. خوبی؟ بابا اینا خوبن، خانواده خوبن؟ نه گرفتارم از صبح تا شب سر کار و تو همین هفته نامه و به یادت هستم. از ایمان اینا خیلی حال و احوال تو میپرسن. خوبی؟ ببخشید مزاحمت شدم و حقیقتش بابک جون من یه کاری برام پیش اومده، یعنی یه مشکلی برام پیش اومده. نه زیاد جالب نیست، من میخواستم ببینم اگه تو میتونی یه خورده
اگه پول تو دست بالت هست و اینا به من یه خورده پول قرض بدی. نه مثلا هر چقدر من حدود یه تومن اینا باید پول جور کنم برای همین صابخونم، پول پیش و اینا. بعد الان مثلا تو 100 تومن 200 تومن هر چقدر که بتونی بدی. الو 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 خشاب میزنی؟ در دسترس نیستی؟ آفرین آفرین. تیشرت پیدا کردید؟ آره آره دست درد نکنه پیداش کردم بابا. خیلی ممنون پسرم. این صورتت چیه قابل نداشت پسرم. الهام کاش بودی و میدیدی این ابر بهار داشت گریه میکرد. این ابر بهار دیدی سیل میزنه اونجوری داشت گریه میکرد، دل سنگ براش گریه میکرد. اینجوری سخت بود، خیلی دردناک بود الهام. فرید تو واقعا دلت واسه سوخت؟ سوخت؟ جیگرم کباب شد، آه از نهادم بلند شد. تا حالا خودم اینقدر احساس نیده بودم، با احساس نیده بودم. اصلا داشتم دیوونه میشدم الهام. 30 سال دوری از جیگرگوشه مگه الکی؟ باشه تقصیر خودشه فرید جون، شما اصلا نباید دلتون براش میسوخت. به شما چه، من اگه جای شما بودم و نه تنها از طریق مجله دنبال بچهش نمیگشتم، بلکه بیرونش هم میکردم از دفتر بیرون. خیلی کار بیجایی کرده که زنشو طلاق داده، میخواسته نده. یعنی چی؟ شاید مقصر زنش بوده. نه خیر، مقصر خود این مرده بوده. واسه چی؟ مگه تو زنشو میشناسی؟ مگه تو رفتی خونهشون چایی خوردی؟ مگه با هم دیگه سینما رفتی؟ چرا حرفت چی داری میزنی؟ تو شناختی نداری رو زنش که مقصر زنش بوده. من میشناسم، مقصر خودش بوده، قشنگ معلومه. این جور مردا فرید جون همچین که یه خورده پولدار میشن و نونشون دوتا میشه و وضع و بالشون خوب میشه، زن و بچه‌شون رو طلاق میدن میرن پی کارشون. پس بگو چرا استقبال میکنی از اینکه من پولدار نشم؟ بگو بگو الهام خانم. ندارم هر جور باید. فرید بله. یه چیزی ازت میپرسم، جدیه جدی بگو. باشه؟ ببینم اگه یه روزی من و تو از هم دیگه طلاق بگیریم تو چه کار میکنی؟ خیلی سوال بدی کردی، خیلی بد سوال کردی. اولا بهتر سوال میکردی. چه سوالیه؟ نه فرید جدی دارم میگم، تو خدا الان بی خیالش بذار زندگیمونو بکنیم، ولمون کن. خب داریم زندگیمونو میکنیم. نه من میخوام بدونم، واقعا کار عجیب نیست. ممکنه یه روزی من و تو از هم دیگه طلاق بگیریم، اون وقت من تا میخواد بدونم تو چه کار میکنی. من چی کار میکنی با اون صدات؟ چی کار میکنی؟ شربتاتو بخور صدات انقدر رگ به رگ نشه. واقعا دوست داری بدونی؟ آره. الان خانم میرم زن میگیرم، بلافاصله میرم میپرم یه زن میگیرم میرم برمی راحتی. فرید بله واقعا داری جدی میگی؟ مگه شوخی هم دارم الهام جان؟ من تخم مرغ هم نمیتونم بذارم برم عذاب بمونم، مجرد بمونم تا آخر عمرم که چیکار کنم؟ از گشنگی میمیرم، اصلا دپرس میشم. من تنهایی نمیتونم زندگی کنم. من بین مادرم بزرگ شدم، اصلا نمیتونم بدون زن زندگی کنم. فرید اصلا من دیگه مثلا واقعا باهات حرف نمیزنم، اصلا ازت انتظار نداشتم، هیچم فکر نمیکردم انقدر بی رحم و سنگ دل باشی. مگه زن واسه تخم مرغ درست کردنه؟ سلام خاله. سلام. سلام. صداتون نمیدونی تا کجاها داره میاد. سلام. هیچی مامان، این آقای فرید خان میخوام برن زن بگیرن. من بد کاری میکنم خاله، من بد کاری میکنم. میتونم خرجشو میدم میرم زن میگیرم، چه اشکال داره مگه؟ مامان میشنوی چی داره میگه؟ میشنوی؟ من کرم خب میشنوم دیگه، گفت میخوام برم زن بگیرم. بابا خاله گیر داد به من، گفت اگه طلاق بگیری و نمیدونم فلان بکنی و منو ول کنی و منو دیگه از دست بدی چیکار میکنی؟ منم گفتم بابا جون من نمیتونم مجرد بمونم، میرم زن میگیرم. بعد حرفی زدم. بله خب از من پرسیدا. بله حالا من چه کار کنم؟ حالا برنامه چیه فرید جون؟ خواهرزاده مادرزاده چیزی ندارید خاله؟ واقعا که خجالت بکش، خجالت بکش پسر جون. چرا؟ یه دونه داشتم تقدیم کردم، دخترم این دسته گل. حالا که دیگه چیز شده دیگه، حالا این همه انجمن خیریه و کلیه و اینجور جاها میرید دختر سراغ ندارید؟ دختر خوب خوشتیپ نیستم که هستم، قد بلند نیستم که هستم، دماغم زبوزد آموخاس هست، سربلایی نکتیز نیست که هستش، یه چشت مشرقه یه چشت مغرب بله، نیست که بله، هست بله، بله، همه چیز هم سر جاشه، همه جا رو میبینم. بله همه جا، همه جا رو میبینم و خیلی هم خوبم. سراغ ندارید؟ سردبیرم هستم. قد تو نه آخه بیدید یه هوا ناقصی فرید جون. چرا؟ چی کار کنم آخه؟ بر تو زن از کجا گیر بیارم؟ یه دونم گول خورد فامیلی دیگه، گفتم داری سرتش هم بیاد دیگه. رو دستت مونده بود دادی به من خاله. اگه ندادی بود الان ستایی با هم دیگه میدیم. حالا همین الان طلاق داد؟ بله. من چی کار کنم اگه طلاق بگیرم؟
اگه طلاق بگیری چی کار کنی؟ اگه این برزم خجالت بکشین دیگه. باید حسودی میمیرم. چگو ببخشین، بگو غلط کردم، بگو دیگه تکرار نمیشه. غلط کردم دیگه تکرار نمیشه الهام خانم، من معذرت میخوام. زن نمیگیری؟ نمیگیرم زن. آدمای گنده خجالت نمیکشن. مسخره کردم. حرف نزن ببینم. هر جور راحتی. ببین اینا چه جوری باز میشه این پیچ و فری. باز کن اینقدرم حرف نزن. چشات درشت گفتم شده. آخ کاوسی دست پاچ لفتی شده. من درست نه اون چشمش نمیره خسته است. چشمش خسته است. خدا تفلک. نازی آقای کاوسی نازی کوچولو. من درستش میکنم. بهتر از اینی که بشینین با هم دیگه مزخرف بگین. آه نه که آقای کاوسی خیلی حرفای قشنگ میزنه با اون شعر خوندنش. چپلویم چپلویم پخلو. شعر میکنه واسه ما. خودشم میگه اینا رو. شهر قشنگی از همه رنگ شهر قشنگی ها زنده باد بر هر چی شهر قشنگه. آقا منوچهر خوب چیزی شد. خوب آقا منوچهر نگاه کن ببین چی گرفتم. آقا منوچهر نگاه کن تبلیغات رو انداخت بیای شهر شهر قشنگی. آقا منوچهر خوب از همه رنگی. نگاه کن آقا منوچهر نگاه کن نگاه کن. منم چه بابی در نظر عینی زیاد روبرا نیستم. تو فقط نگاه کن. بله رایل این نگاه کن تا فرق تبلیغات و واقعیت رو نگاه کنی. بچه کیه؟ اما اون بچه همون بچه گم شده است. این بچه ها عکسش رو نگاه نکن. آقا منوچهر بخون. آقای کابوسی ببین چه دامادی داری. ببین چه بله آقا آقای کابوسی بیا منو. مسعود جان سلام. خوبی؟ ببخشید مزاحمت شدم. شرمنده. مسعود جان قرض از مزاحمت میخواستم بگم که اگه پول تو دست و بالت هست یه کمی به من قرض بدی. مثلا 100 تومن 200 تومن 300 تومن هرچی بیشتر یا هر چقدر که بتونی ممنونت میشم. ایمان ازش بپرس ببین که اون میتونه بهم قرض بده. آقا منوچهر آقا منوچهر بله لطفاً به بعضی‌ها که گوشی رو اشغال کردن بگین اینجا دفتر مجله است نه اداره مخابرات. بعضی‌ها گوشی دستشون باشه که گوشی دست بعضی‌ها هست. اینها گوشی رو نمی‌بینی آقا منوچهر؟ زنگان به من چه مربوطه؟ خودتون صداتون تا سه تا گوشه اون ورتر میره. چرا منو قاطی می‌کنه به این حرفا؟ هر چی می‌خوام بگیم بگیم. نه 10 روز دیگه زودتر نمیتونی؟ من باید تو همین 2 روز جور کنم. 2 روز بیشتر مهلت ندارم. نه آخه 10 روز دیگه به دردم نمیخوره. ببخشید. سلام برسو قربانت خدافز. سلام بر اهالی محترم شهر قشنگ. عجبا بچه باز که تو اینجا پیدا شد که. سلام آقا منی چهرالت خوبه؟ چی آخه عجیبا من نمیدونم تو اون دکه رو بل میکنه دقیقه به دقیقه میری و میای چه بستادی باز خود درست کردی؟ آقا من چرا گیر میدی؟ خب چقدر دستی بدم دست از سر کچل من برداری؟ هر دفعه من اومدم اینجا بهم گیر دادی. من کسی و غیر از شما ندارم که دوستتون دارم میام بهتون سر میزنم. خیلی خب برو مگه از چم نکن بینیم آبا. پرشون دادم. سلام. سلام سلام حمید حمید بیم. سلام سلام آمایو خوبی؟ خیلی حمید. چه خبر؟ سلامتی. خوش میگذره؟ الحمدلله. اوضاع میزونه؟ بله میزونه. حال احوال اوضاع مالی اینا خوب؟ درآمد خوبه؟ عالی توپ به توپ. اه؟ به ببین خودت که دیگه خوبی. من خوبم. شما خوبید؟ قربونت برم. چه عکسه یه میزونی انداختید. حمید جون راستش من رو تو خیلی حساب میکنم. تو با اینکه سنت کمه دست تو جیب خودت اونجا برای خودت دکه داری و درآمد داری و رو پای خودت وایسادی. کار میکنم. من غیر از اینکه رو تو روی همکاری حساب میکنم روی رو تو به عنوان یه رفیقم حساب میکنم. با اینکه سنت کمه مثل داداش کوچیک منه دیگه. حقیقتش یه مشکلی برام پیش اومده. یه خورده
پارتی مارتی دارم و... نه 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 مشکل مالی پیش اومده پیش خود باشه. بعد اگه میخواستم تو میتونی مثلا به من یه خورده کمک کنی اینا؟ من؟ خب چقدر میخواید؟ هر چقدر که بتونی. 100، 200، 300 میتونی؟ ریال دیگه. نه نه تومن. نه ریال. تومن بهت میگم. ریال میخوای روت نمیشه بابا. تومن ریال میخوام چیکار؟ یه کلمه من بگو آقا جون میتونم این پولو بدم یا نه؟ مرد حسابی از کجا بیارم بدم؟ چه داد میزنی؟ مگه من چقدر توندت که در میارم؟ از صبح تا شب بیرم اونجا کار میکنم، دونه ای 10 تومن باسه من استفاده داره. همین مجله خود تو فکر کردی چقدر باسه من استفاده داره؟ من اگه این همه پول داشتم که اینجا نبودم الان. بله. کجا بودی؟ مجله وا کرده بودم، یه هفته نامه وا میکردم، خودم هم میشدم مدیر مسئولش، دوستام هم همکار، پول میدادم بهشون، همکارم میشدم. فکر کردی به همین علکی هاست؟ تو فکر میکنی با 200-300 هزار تومن میشه مثلا دفتر مجله و هفته نامه اینجور چیزا زد؟ بابا تو فکر کردی همین هفته نامه چقدر خرجشه؟ دو تا چراغ گذاشتید رو میزتون چقدر میشه؟ میشه 100 هزار تومن دیگه. تازه من هفته نامه بولواری واز میکنم. بولواری؟ بله بولواری. خب. میرم گوشه بولوار میشینم، هر چی رو میبینم مینویسم، بعد تو خونه مثلا فیلم میبینم نقدش میکنم، مینویسم، الکی هم شده مینویسم. من کجا میدونم چی به چی؟ خالی بندی مینویسم، بعد چی میبرم میدم چاپ میکنم، میدم سر چهار را میفروشم، هر کی هم میخره میخونه مینه خالی بندی. بعد من از کجا میخواد پیدا کنه؟ حالا سال یه بار اونجا رد شه، رد نشه. خیلی ممنون، خدافظ. عکس خدافظ. ناقص عکس. خدافظ. خدافظ. خیلی ممنون. میرم علی آقا رحمتی. بزرگ بشه چی میشه؟ دایی جان من میگم یه جور دیگه به این پیرمرده کمک کنیم. چه جوری؟ ببینید این شاهکار آقا فریدتون هم که نتیجه نداد. اون عاطفه ها رو میگم. شاهکار آقا فرید. شاهکار آقا فرید کدومه دیگه؟ بابا اون مقاله که نوشت که هیچ نتیجه نداد دایی جان. نداد. جویندگان عاطفه ها؟ بله جویندگان. تو اگه بهتر داری رو کن. همین بلدی فقط بزنی دیگرانو. اگه تو راه حل بهتری داری رو کن. تو راه دارم که اومدم اینجا دیگه. چیه بگو ببینم؟ میگم دایی جون یه جور دیگه به این پیرمرد بنده خدا کمک کنی. چیکار کنی؟ من میگم که همگیون با هم بگین خب. خب. با هم راه بیافتیم بریم. آها. با هم راه بیافتیم بریم بیمارستانا و کلانتریا رو بگردیم. خب. عکسش هم که داریم. عکسو نشون میدیم میگیم آقا آیا شما اینو میشناسین؟ میگم بله پیداش میکنیم. تموم. چطور این فکر به ذهن من نرسید؟ شما سرتون شلوغه ده جان. من مثلا مدیر مسئول این هفته نامه هم به فکر من نرسید. ببینم دایی جون به کسی که نگفتی کسی کمکت نکرد؟ نه دایی. میگم جون دایی. نه جون دایی فکر خودته. دایی جون من خود خودت. بله من اگه یک اپسیلون از شما به ارث برده باشم که دینه دیگه. بابا آفرین. بابا صد باری کلا. پا چرا معطلی؟ وقت چرا حروم میکنی؟ پاشو بچه ها رو دار و دستشون بکن با هم دیگه. چی؟ را بیفتیم بریم. چشم. بیا اینجا. بیا 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 بیا. بشین بشین. میگن امشب که اینجا تعطیل میشه یادت باشه یادم بنداز برم از همین گل فروشی سر کوچه یک تاج گل بگیرم با هم دیگه بریم خونه مادرت به خواهرم من میخوام کارش دارم. آقا جان گل دیگه لازم نداره شما کم که لطف کردین اینجا دارم کار میکنم. میخوام بهش تبریک بگم. میخوام بهش دستاشو ببوسم واقعا با یه همچین بچه‌ای. بابا ما مرده ایز ما انگوش کوچیک دست خواهرم درد نکنه با این بچه بزرگ کردنش مخ. مرد حسابی این کل این دوگوله رو این کمجدونی که گذاشتی اون رو اینه نبر زیر پارکینگ پارکش کن چادر بکش روش خاک نخوره اینه به کار بنداز. دیدم دوگوله چیه دیگه؟ دوگوله؟ کلتو اما دوگوله که نخل لوبیا توشه نخل لوبیا هم نیست توش اینه به کار بنداز. میخوایی همینطور صحیح و سالم تحویل آقا اسرائیل بدی؟ باری کلا دست خواهرم درد نکنه. این ایده چی این فکر چیه؟ میخوای همین آقا فرید دیدش بده؟ میخوای منو انر را بندازی کلا رو بذارم سرم 8 آدم یه وری هم دنبالم را بیفتید بریم تو بیمارستان ها و کلانتریا عکس یه بچه 4 ساله رو دست بگیریم بگیم آقا اینی میشناسید 30 سال پیش گم شده آقا اینی میشناسید بخندن به ما؟ نمیشه دیگه. اینه میشه. چرا میشه؟ ای کاش قد بچه همین پیرمرده همونقد بودی میبردم دست میگرفتم لا جمعیت دومت میذاشتم رو کولت خودم گمت میکردم و دیگه هم پیدات نمیکردم. همیشه شما من برو. برو از این فکر بر. عجب اشتباهی کردم. خلو موقع کار کردم بود همش تقصیر این فرید دیگه. اگه این فرید اون روز جواب منو نمیداد اینجوری نمیشد. حالا من عصبانی بودم، قاطی کردم، پیش میاد دیگه، یه حرفایی زدم. تو باید کوتاه میومدی یا نه؟
اگه فرید کوتاه می اومد الان اینجوری نمیشد، به این روز نمی افتادم، با همه قهر نمی کردم. نمیدونم خدایا چیکار کنم، برم باهاشون صحبت کنم نرم؟ فردا هم که سه شنبه است. برم نرم؟ برم. نه نه نرم. نمیدونم، باید بالاخره دلمو بزنم به دریا دیگه، اینجوری نمیشه. برم مثلا آبدار خونه، برم پیش آقا منیجر. با اجازه من برم یه چایی دبش دونبش خوش رنگ دیشلمه بریزم برای خودم. به 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 به، عجب چایی. دست اون کسی که اینو دم کرده درد نکنه. بیل و کلنگ و تیشه منت کشی نمیشه. آفرین. وقت نهاره، میخوام کرکره رو بکشم پایین. اگه کسی بهش بر نمیخوره بفرمین بیرون. ای داده بیدم، به خدا دلم لک زده که باهات حرف بزنم همایون، ولی چه کنم که با بچه ها عهد بستیم تا سرت به سنگ نخوره مزه قهر کردن و تمام کمال نسنجی باهات حرف نزن. من دنبال یک کتابی میگردم، اسمش یادم نیست. حالا نسبین حالا داری خون، یه کتابی بود به اسم مردی که به زانو در آمد. کجاست؟ آقای سپهری، اون که اسم یه فیلم بود. آو جیلیانا که ما هم توش بازی میکرد. اوه چه جالب. خدا بگم چیکارت کنم آیوم، این کاری بود که خودت کردی. آخ که چقدر دلم برای شوخیای بیمزد تنگ شده. یادش بخیر. آه چقدر بیمزده. آقای جناب فرید خاله سپهری، جناب فرید خان سپهری، فرید که اینجا با ایستادی و همینطور داری معلوم نیست کجا نگاه میکنی، حواست کجاست؟ باید پشت میزت باشی شما. دیگه داره حالم به هم میخوره از بس گفتم کشتی انقریب به گل نشسته، طوفان تلاطم شهر قشنگ به ته دیج خورده، اینا بحران طرفیم. بشین کارتو بکن، عقبیم، مطالب آماده کن بفرست چاپخونه. آقا کجای کارید آقای کابوسی؟ خیالتون راحت آقا، راحت. این هفته شهر قشنگه، تمام دکه های ایران تا پنجشنبه مزین به هفته نامه وزین شهر قشنگ خواهد. آقا وزین شهر قشنگ آقا. از بغزت همین بغزن وزین شهر قشنگ. شعار واسه من میدی وزین شهر؟ میگم کارت انجام بده، عقبی بفرست مطالب و چاپخونه چاپ کنن. امروز چنشنبه؟ امروز چنشنبه بود؟ سه شنبه. امروز چنشنبه؟ فردا چهارشنبه؟ فردا چهارشنبه است. بله آقا. عزیز من عقبیم. چشم آقا. بفرست بره چاپخونه مطالب و بعد این شهر قشنگ مزین. کار میدی واسه من؟ کارت بکن. سه شنبه است. دیگه هیچ وقت میرم اونده تموم شد. فردا روز نیا اینجا واسه من بشینی داستان درست بکنی که آقای کابوسی نشد. جلو کابوسی و ملق بازی. آقای کابوسی من نتونستیم مطالب آماده کنیم، دیر شد. بابت دیر کردش نیایی از من گریه زاری بکنی. یا ببین الان بهت گفتم که چهارشنبه است. آقا من این شکلی نیستم، ادای منو در میارید. من به هر حال من نمیدونم، فردا باید بفرستی مطالب چاپخونه. چشم آقا، چشم. نفرستی باید جواب سلام کردم قربان. سلام علیکم. ملکان صاحبخونه بالاخره کار خودشو کرد. چکو گذاشتی اجاره؟ ببینم جانسر من ببخشید باز مرتبه احضاریه ای چیزی طلبکاری نمیدونم. الان میاد جلو همه دستفن میدونم هیچی من رو بیمیزو توشی بگه این آقا پول بده کاره من فکر کردم احضاریه هر اون مرتبه باید ببرمش.
آرنای جون به خدا راست میگم یه پلیس راست رسی اومده، فکر کنم گروهبان سه باشه. آره دیگه، خب اگه سه تا از این دایره ها روشونش داره. آره نه هنوز که معلوم نیست، فعلا فقط داره با آقای کابوسی حرف میزنه. آره فرید جون، من اومدم بهت بگم اگه هم دیگر دیگه ندیدیم حلالم کن. آیون این چه حرفیه تو میزنی؟ بچه شدی مگه؟ فرید جون تو چند دقیقه دیگه خودت میفهمی. رامین جون اگه خوبی بدی چیزی از هم دیگه دیدیم، از من دیدیم، حلالم کن. این چه حرفیه میزنی بابا؟ بین رفیقا هزار تا حرف پیش میاد، ما که از تو ناراحت نیستیم، هیچی هم به دل نگرفتیم، بچه بازیه یعنی چی؟ میخوای ما رو بلکنی بری؟ رامینو بلکنی بره؟ من که تو خودم نمیخوام برم، که میخوان منو ببر. میخوام منو ببرن؟ چی میگه؟ این ماموره که اومده اینجا، این فکر کرده اومدن جلبش کنن ببرن. دیروز که شما رفتی تلفن زنگ زد، یه نفر اون برای خط برگشت گفتش که من از این بابا طلب دارم، بهشم بگید اگه تا فردا پولش رو ریخ به حساب که ریخ، اگه نریخ فردا با مامور میام جلبش میکنم. این بدبختم فکر میکنه که این مامور از طرف اون اومده. آخه منم که دیدم اینجوریه رامین، حالا بین خودمون باشه، من دوست ندارم این کاری که میکنم ای بگم به همه فکر کنن که حالا مثلا من دارم منت میذارم. رفتم از برای بچه های خورده پول قرض کردم ریختم به حسابش، قضیه حل شده است. دست درد نکنه. خب میگفتی من هم داشتم مقدم میدادم دیگه. من در خدمت تو هستم. آماده. بله آقای کابوس. وسایلت همه جور همه جوره؟ بله همه جمع جور کرد. بین سپایه فیلم نمیدونم فلش همه چی؟ بله آقای کابوس. من در خدمت تو هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. ای بابا سب کن بابا جون، بذار بیاد اونم، اصل کاری نیومده، بذار بیاد. آقای کابوسی اون دیگه برای چی آخه؟ اصل کار اونه، نباید بیاد، باید باشه خودش، نمیشه که. آقای کابوسی من که با پای خودم اومدم تو اتاق شما. من که نمیگم با پای من اومدی، بله با پای خودت اومدی، ولی شما اجازه بده اونم بیاد، میخواییم عکس و اینجور چیزا تهیه بکنیم. عکس برای چی آقای کابوسی آخه؟ عکس برای هفته نامه همون دیگه، نمیخواییم عکس. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه آقای کابوسی، شما میخواییم رسوایی منو به هفته نامه هم بکشونی؟ رسوایی چی؟ رسوایی هنری؟ حرفا چیه میزنی تو؟ آقا جون من این رسوایی هنری تم فرض بفرمایید رو رسوایی های هنری دیگر، عکسای بی سر و ته و نمیدونم بی سر و پایی که برام میگیری، کج کنجل میگیرم رو همه اونا، من چاپش میکنم، چه کار داری شما؟ اون با من. آقای کابوسی من از شما خواهش میکنم، شما نکنین این کارو، شما باید راز منو نگه دارید. یعنی چی؟ من در خدمت هستم، بفهمید جناب صاحب. صاحب بچه خودش اومد. اومد. همایون بده دوربین تو بردی بیاد. دوربین رو بردی بیاد بجون. صاحب بچه اومد. توجه کنن همه، توجه کنن به من. همه به اتفاق شاهد یکی از شورانگیزترین صحنه‌های تاریخ هستی خواهیم بود. در این مقطع زمانی خاص چرا واسه من نگاه کنی؟ بپر دوربینی بیار، داره صحنه از دست میره. هفته‌نامه شهر قشنگ، وزین شهر قشنگ افتخار دارد که در این لحظه اعلام کند که پدری بعد از 30 سال آزگار دستش را در دستان پسر خود قرار داد. این افتخار شهر قشنگ. آدم و آی آدم و انجره ها رو با کنیم نفهمیدم. پس ما چی؟ کرتم داری برد. نمیخوام رو نمیخوام. انجره ها رو با کنیم، مهربونی تو کوچه هاست، هم دیگر رو صدا کنیم. ای فکر تنها بمونن دستای سبز زندگی، ای فکر با قدسمون کبیر بشه تو تشنگی، بیان که بارون بزنه تو کوچه با قدسمون، دوباره از ستاره ها بار بشه سقف آسمون. آی آدم ها آی آدم ها
پنجره ها رو با کنی، مهربونی تو کوچه هاست، هم دیگر رو صدا کنی.